خب رفقا سلام، امروز سوزون مخفی خیلی خفنی داریم. مسافری که من سوار میکنم مشخصاتشو برای محمد اسمس میکنم، یا حالا تلگرام یا واتساپ، بسته ای داره کدوم وصل باشه و فیلتر نباشه. باری کلا بعد محمد تنه زدیاره. بعد محمد با صدای گوینده رادیو این کاری که قبلا الان خودم تو ماشین میکردم این سری خودم نمیتونم انجام، محمد باید به من کمک کنه، یه متن رادیویی رو رکورد میکنه و برای من توی همون تلگرام یا واتساپ میفرسته اگه فیلتر نباشه. دوباره تنه زد و من با از طریق حالا پخش ماشین که وضع شدم با بلوتوس پخش میکنم، انگار رادیوه. حالا ببینیم که ما چه شوخی میخوایم بکنیم با مکاتب و مسافر، باید اون مسافر چه اتفاقی واسش میفته. پس چی شد؟ تو مشخصات میاد روی پنل، میگه اسم طرف اینه. آره بعد تا چیز کن حواست باشه من یا میاد نه سری... اسم نمیتونیم بگیم، اسم نمیشه اسم نمیشه میتونیم مثلا میتونیم بگیم پسر جوان، مرد مسن، خانم جوان با این مشخصات با کروات مثلا. حالا آقا اسمش رو میگیم، اگه راضی بود میذاریم، راضی نبود بوق میذاریم روش. بعد عرضم به حضورتون، پس اون اسمه برام میاد، فقط لباسش رو بهت میگم. آره لباسش رو دیدی سریع واسه من بفرست، چه شکلیه، مرد زن، اینا رو همه رو تو میگی، میگی خبر فوری که به دستم رسیده همه که آره. گوش کنید بعد دیگه دلو مسابقه خانوم هم بزنی شوخی که میخوایم بکنیم با خانوم جواب میده، کنسل کن اگه مرد بود. نه حالا مردم میشه، اگه مرد شد اونجوری بگو، اگه زن شد اونجوری بگو. آره برعکسش میکنم. آره فرقی نداره. آره میشه جفتش میشه. من سعی میکنم که حالا آره نه میشه مردم بود بگی، مردم بود، مردم بود فلان. بریم کانال تو ام تی هم فالو کنید، دوری مخفی میذاریم، همه چی میذاریم کانال تو ام تی، سابسکرایب کنید. اصلا دنیای سرگرمی کانال تو ام تی. خدا دوری مخفی اصلش اینجاست. آره دوری مخفی مادرش اینجاست. آره سابسکرایب کنید، این زنگوله رو هم بزنید که نوتیفیکیشن بیاد. خب تو برو دیگه، من میرم. خداحافظ. خداحافظ. سلام، روزتون بخیر، سلامت باش. من منتظرم معیار مشخصات مسافرشو بفرسته که چی تنشه، چی پوشیده، اسمش چیه، بعد من اون وایس مد نظر رو میگیرم که این آدم فراریه و فرار کرده، آهنگ خبر رو میندازم اولش، معیار برای مسافرش پخش میکنه، ریاکشن مسافرش رو میخوایم ببینیم. بقیه میتونم وایسم یا تکس بدم؟ در حال رانندگی خطرناکه. حالا منتظری معیار مشخصات مسافر رو بفرست. بله دیگه منتظر نیستیم، فرستاد. سارا دارآبادی، شال توسی، مانتوی آبی، موی مش، روژ خیلی غلیظ. بله الان وایس رو میگیرم میندازم تنگ تیتراژ اخبار میفرستم براش. ببین چه دوربین مخفی بشه. خب یه آهنگ تیتراژ اخبار، الان وایسم میگیرم میندازم تنگشو. آخ آخ چی بشه این دوربین مخفی. خب مشخصاتی که معیار فرستاد من برم وایسشو بگیرم، وایس اون اخباری که میخوایم تو ماشین پخش رو بزنیم، تنگ تیتراژو بفرستیم واسه معیار، واسه مسافرش پلی کنه. فکر کنم یه ساعتی مسافره باش هستش، مسیر دوریو انتخاب کرده. بذارید من این متنی نوشتم اینجا، ویسشو بگیرم بفرستم واسه ادیت توی لپتاپ. ساعت 14 با خبرهای نیمروزی رادیو ایران در خدمت شما هستیم. ویسمو تا یه چند لحظه دیگه میفرستم برای من، فقط عجله کنم نرسه مسافرش.
ساعت 14 با خبرهای نیمروزی رادیو ایران در خدمت شما هستیم. به خبر فوری که همتون به دستم رسید توجه کنید. مرد جوانی که با پوشش خانم ها از رانندگان تاکسی اخاذی میکرد از فهمیدید داستان چیه؟ میخوام مسافره بگیم آقا تو خبر بگم مسافر مرد بوده با پوشش زنانه میره راننده تاکسی اخاذی میکنه. ببین واکنشش چیه. وای سلام میفرستم عیار پلی میکنه. بریم بریم. ساعت 14 با خبرهای نیمروزی رادیو ایران در خدمت شما هستیم. به خبر فوری که همکنون به دستم رسید توجه کنید. مرد جوانی که با پوشش خانم ها از رانندگان تاکسی اخاذی میکرد متواری شده. وی با نام جعلی سارا دارآبادی با مانتوی آبی، شال توسی و موهای مش و رژ بسیار غلیظ آخرین بار در خیابانهای تهران دیده شده. رانندگان عزیز مراقب باشند و به محض دیدن مورد مورد تا به پلیس گذاشتم. آره رادیو شما رو گفته شد. خانم من ترسیدم خانم. تو رو خدا با من کاری نداشته باش. با من کاری نداشته باش. من هر چی بخوام بهتون میدم. خواهش میکنم. چیکار میکنید؟ من متوجه نمیشم. شما رو داره میگه شال آبی، مانتوی آبی، شال توسی. شما رو داره میگه. شما رو داره میگه دیگه. مانتوی آبی، شال توسی، رژ قرمز، موهای مش. مطمئنین الان؟ رادیو داشت میگم من هر چی بخوام بهتون میگم. من آدم زحمت کشم، من زن و بچه دارم خانم. تو رو خدا نمیدونم چی میگی. من عجله دارم. چی میگی شما؟ چی میگی؟ این دوربین مخفی بودش. اینجا ما دوربین مخفی گذاشتیم. اجازه بدیم اینجا ما دوربین مخفی گذاشتیم. ببخشید الان یعنی منو سر کار گذاشتیم. بله من شرمنده تونم. نه خواهش میکنم. یه گفتم یه شوخی کنی. من شوکم متوجه نشدم چی شد. ببخشید. آره گفتم تو رادیو خبری اعلام میکنه مشخص. من اونجا که بهتون گفتم نگه میدارم. ببخشید. بله. اونجا مشخصه شما رو برای همکارم استفاده کردم. گفتم که بفرستم. یعنی اصلا نمیدونم. ببخشید. شوکه شدم. باحال بود ولی. راست میگی؟ آره باحال بود. خب حالا اگه اشکالی نداره ما تصویرتون رو پخش کنیم. من توی فضای مجازی دوربین مخفی میسازم. آره. آره. من حالا کلاه و عینک گذاشتم شاید نشناسیم. ولی کلن این کارو میکنیم. بعدش دیگه الان اسم شما هم با مشخصاتتون اومد. تصویرتون هم که هست. حالا اگر رضایت دارین ما پخشش کنیم. اگر فیلم کنیم دوست ندارین پخشش نمی کنیم. نه فکر کنم یه باشه جالب بود. سلام آقای باشه. سلام حالتون چطور؟ مرسی از اینکه این دوربین مخفی رو دیدیم. من یه سری صحبت راجع به دوربین مخفی ها باید بکنم. شاید واسه خیلی هم جذاب باشه اینکه حالا ما چجوری این دوربین مخفی ها رو ضبط میکنیم. چجوری میشه که ما رو میشناسن نمیشناسن؟ خیلی ها میگن من نمیشناسن. نه ببین مثلا من خب اونایی که میشناسن که اصلا نمیشه باهاشون شوخی کرد. مثلا ما روزانه میریم چند تا ویدیو میبینیم. یه سری ها ما رو میشناسن نمیشه ضبط کرد. یه سری ها نمیشناسن باهاشون شوخی میکنیم جذاب نمیشه کار. یعنی کار در نمیاد، خنده دار نمیشه. یه سری ها هم که حالا نمیشناسن باهاشون شوخی میکنیم. اولا شوخی ها اونقدر نیست که خیلی ناراحت بشن، ولی خب خیلی ها ناراضی هن. یعنی راضی نیستن که چهرهشون پخش بشه. اونا رو ما میذاریم کنار. ما فقط کارمون سختیمون اینه که مثلا شاید از 10 تا برداشت با 10 تا آدم مختلف یکیش خوب از کار در میاد، خوب میشه و قابل پخش میشه که طرف هم رضایت داشته باشه چهرهش پخشه، هم ویدیو بامزه بشه و هم که طرف منو نشناسه. خب این کار خیلی سختیه که باعث میشه ما این دور مخفی رو بسازیم. خیلی ها با من میگن کارات ساختگیه یا نه یا واقعیه، چجوری این کار رو میکنیم. من توی پیج اینستاگرام هم کارهایی که ساختگی باشه رو زیرش نوشتم این دور مخفی ساختگیه. مثلا اون که چسب میزنم دور دهن مسافر، یا یکی دو تا نمونه دیگه هست که بیشتر کارهای تبلیغاتیه. یعنی من اصلا خودم گفتم که این ویدیو ساختگی هستش، ولی یه سری کارا نه واقعیه. بعضی از کارامون که اصلا واین دوربین مخفی نیستش. و سوالی که خیلی ها میپرسن، میگن خیلی ها دارن الان عدتو در میارن این تو دارن کار میکنن دوربین مخفی تو ماشین و فلان، اینا اصلا مهم نیستش. مهم اینه که خب حالا اون که اولین باری که من توی ماشین به این سبک کار کردم شاید بیش از یک سال پیش بود که این اتفاق افتاد. به هر حال چون کار جذابی بود و ایده باحالی بود،
به هر حال از روش ممکنه اسکی برن و اسکی دارن میرن الان دارن کار میکنن با موضوعاتی که خب حالا شاید خیلی موضوعات جذابی هم نیستش، موضوعات پیش پا افتاده ای که فکر میکنم حالا بس کاری ندارم، به هر حال اونا دارن کار میکنن، منم سعی میکنم که کارهای جذابتر و قویتر و پروپیمون ارائه بدم که یه وقت کانال ما رو با کانال بقیه که دارن همین کار رو دقیقا انجام میدن اشتباه نگیرید. کانال مهیار حسن و محمد رمیفر تو ام تی سابسکرایب کنید، زنگوله بی پدر مادر هم بزنید واسه تون نوتیفیکیشن میاد. It's all about humanity. About humanity.